اگه دنبال یک بازی زامبی گرافیک بالا برای گوشید میگردی، حتما ویدیو تا آخر تماشا کن. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال من. توی این ویدیو قرار با همدیگه یک بازی رو بررسی کنیم و بهتون معرفی کنم که یکی از بالاترین گرافیک های ممکن در گوشی های ما، یعنی گوشی های اندروید و iOS داره. اسم این بازی خفن چیزی نیست جز بازی زاز فاینال اور. این بازی خفن زاد به سبک بتل رویال هستش، مثل بازی های پابجی، کال آف دیوتی موبایل و همچنین اپکس و مشابه این، اما خب با یک سبک متفاوت. فرقی که این بازی با بازی های دیگه داره این هستش که وقتی کشته بشیم توسط انمی ها به زامبی تبدیل میشیم و میتونیم از همون انمی هایی که ما رو کشتن انتقام بگیریم و اگه بتونیم در حالت زامبی بودن تمامی انمی ها رو بکشیم بازی رو برنده میشیم. اما اگه تبدیل به زامبی نشدیم و خیلی کله گنده بودیم و نمردیم در داخل بازی، کافیه 5 کریستال خونی که در نقاط مختلف مپ بازی قرار گرفتن رو پیدا کنیم و وقتی این کار رو کردیم میتونیم بازی رو ببریم. اما خب این کار ساده نیستش و بسیار بسیار سخته، چون هم بازیکنان دیگه میخوان این 5 تا کریستال خونی رو پیدا کنن تا بازی رو ببرن و هم اینکه کسایی که کشته شدن در داخل بازی میخوان از شما انتقام بگیرن به صورت زامبی، که این کار بسیار سخته و زامبیاش به شدت وحشی ترن نسبت به خود انمی ها. اما دوستان، این بازی زاز گان های بسیار خفنی داره، مثل گان های LMG, SMG, اسنایپر، شاتگان و همچنین تیر کمون و شمشیر و تکش های قول پرکر داره که میتونیم باهاش هم زامبی ها رو بکشیم و هم بازیکنان داخل این بازی رو. همچنین دوستان توی این بازی اسکور اسنیک هم داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم بر علیه زامبی ها و همچنین بازیکنان. جت پک و حالت نینجا در داخل این بازی وجود داره که بسیار بازی رو متنوع میکنه و همچنین گلایدر برای پرواز کردن از جاهای مختلف مپ بازی. همچنین دوستان بازیکنان میتونن با کشتن زامبی ها و دشمنان داخل بازی آیتم های مختلفی جمع کنن و با این آیتم ها خودشون رو ارتقا بدن و قوی تر کنن و لباس ها و اسلحه های خفن تر از قبلشون به دست بیارن که بسیار خفن. خب اینم از معرفی کلی این بازی زاز، اما بریم با همدیگه این بازی خفن رو بازی کنیم که کامل باهاش آشنا بشیم. خب دوستان، بریم با همدیگه بازی خفن زاز فاینال اور رو بازی کنیم. فقط اینو بهتون بگم که برای دانلود کردن این بازی کافیه وارد کانال تلگرام بشین، من لینکشو اونجا گذاشتم، و به فیت شکن برزیل یا سنگاپور بس بشین، چون فعلا نسخه آلفای این بازی زاز فقط برای این دو کشور اومده. اما بریم سراغ بازیش که گرافیک خودش خوبی داره این بازی، که شخصیت زنش اینجوریه، شخصیت مردش هم اینجوریه، که مرد زیاد خوشگل نیست ولی خب باحاله. اما من زن بعدم فکرم بهتر باشه. خب بریم سراغ انتخاب کاراکتر فیمل یا همون زن، که پوستشو به نظرم سفید کنی بیشتر بهش میاد. مدل موش هم دومه اسپی هم قشنگه، اما خب این مدل مو پایینی بیشتر تر قشنگه که اینو انتخابش میکنی تا شبیه کاراکتر رزیدنت ایویل هم بشه. رنگ چشش هم آبی کردیم. بریم سراغ لباسش که لباسش هم آبی میکنیم تا بیشتر شبیه کاراکتر رزیدنت بشه و یه زخم روی صورتش بزنیم که به نظر من این زخمه بهتره. خالکوبی گرگم که خودش جذابتر میکنه این کاراکتر رو. بریم سراغ شلوار و کفش هاش، که کفش قهوی قشنگتره و شلوارش هم خاکستری فکر کنم بهتر بودش. خاکستری انتخاب کنیم بهتره. خب این هم از کاراکتر ما، اما بریم با هم دیگه آپشن های دیگه رو نگاه کنیم که چقدر آپشن یا گزینه داریم. مدل موی بعدیش این مدل مویه که مدل موی بعدی هم نیستش، رنگ بورش هم موجوده
رنگ بور مد موی منم هست اینجا که مشکی بهتر به نظر من. خب اینم از شخصی سازی کاراکترمون، بریم سراغ گذاشتن اسم. با اینکه کاراکتر زن هستش اما خب باید با اسم من بازی کنه و اسمون رو روش میذاریم. Finish character. Nice. بریم تمومش کنیم این ساختن کاراکترمون رو. که دوتا گزینه اومد و نوشته تجربه خودتون رو انتخاب کنین. که من اولیش انتخاب میکنم. گوشیتون هم اینجوری نگه داریم و برای تجربه بهتر با هدفون گوش کنیم. خب اینم از کاراکترمون که کاراکتر خودش جذابی شد. امیدوارم بازیش هم جذاب باشه و کیف کنیم با هم دیگه بازی کردن این بازی رو. خب دوستان بازی شروع شده و کنترل هلیکوپتر با ما که نوشته کالک 5 بلاد کریستال. بعد 5 تا کریستال رو خوبی پیدا کنیم تا بازی رو ببریم که روند این پیدا کردن کریستال هم اینجا نوشته که از آخر با هلیکوپتر میتونیم فرار کنیم. بریم سراغ اولین کریستال خونیمون که باید ببینیم کجا هستش. خب به همون میگه که به این سمت دایره زرد رنگ بریم و هلیکوپتر رو اونجا نگه داریم که کنترلش هم یکم سخته چون دو انگوشتیه. من به چهار انگوشتی کنم عادت کردم، ولی خب بالاخره رسیدیم و به این سراغ آموزشی این بازی که هیفارش اینجوری و گفته زامبی ها رو دهنشون رو سرویس کنیم. فیزیک باحالی داره و صدای جذب داره وقتی تیر به زامبی ها میخوره. صدای خون بحاری در نیاد ازش. یکم دیگه صداشو بشنویم و بعد بریم سراغ ایم کردن. به به، عجب صدایی از خودش در میاره. بریم سراغ ایم کردنش که ایم کردن بعدی هم نداره و حالت سوم شخص بحاری داره این بازی. بریم یکم تنظیماتمون رو عوض کنیم و این گزینه‌شو فعال کنیم ببینیم چی جوری میشه. که فکر میکنم وقتی کلیک کنی روی دکمه شلیک کردن روی حالت ایم خود به خود بره و نیاز نباشه که دکمه ایم رو ما نگه داریم. که مود خودمو ایم کنیم بهتره چون بعضی اوقات هیپ فایر هم نیاز اون میشه. همین اولی انتخابش میکنیم بره پیکار. بریم سراغ اولین کریستال خونیم که اینجا هستش و باید کالکتش کنیم. نزاشیم حرفش هم تمام بشه. با دریک زدیم، قشنگ استخراجش کردیم. اولین کریستال خونیمون هم به دست آوردیم. بریم سراغ کریستال های بعدی که باید کلن 5 تا ما به دست بیاریم که داخل این ساختمون باقیش هستش و یکیش هم بالا پلای اگه اشتباه نکنم. فعلا این زامبی های اینجا رو بکشیم که چه صدایی از خوش دارور. این چقدر بد میتونه. و اینم از اینا یکم بزنیمش. چرا صفحه چرخی و تلکور شده؟ و اینم از آخرین زامبی بدقواری این ساختمون. البته زامبی دیگه داخلش هستن و این زامبی ها زامبی های طبقه اولش بودن. داخل این جعبه هم باز کنیم ببینیم چی به هم میده؟ نوپ. که خالی بود. اینو باز کنیم چی به هم میده؟ که اینم خالی بود. چرا پس این جعبه ها رو گذاشتن؟ نوپ. و یکی سومیش هم خالی بود. واقعا درک نمیکنم که چرا این جعبه رو گذاشتن. داره با دیوار چی کار میکنه دقیقا؟ اینم از دوست خنگمون. بریم سراغ کریستال دوم که با درست رو خش کنیم. و اینم از دومین کریستال. چرا جعبه ها خالی هم؟ پس برای چی اینجا گذاشتنشون؟ چه شمشیری داره صداشو فقط. به به، عجب شمشیری داره. بریم سراغ سومین کلیسا که جهتش به این سمته. با شمشیر بکشیم زامبی رو و با صداش کیف کنیم. قشنگ صدای خون میپاشه و کیف میکنیم. این بندگان خودم اینجا مردن. نه بد حالت مرده. جعبه بعدی رو باز کنیم که بهمون
بازم هیچی نداد. نه بزنیمش که چرا اینقدر با تأخیر مردش؟ فکر میکنم پینگ اون بالا باشه چون به برزیل وصلیم. این جعبه باز کنیم که بالاخره به همون یکی آمو داد، یعنی تیر. در جعبه بعدی هم به همون دوباره آرمور دادش. اینو بکشیمش که بد جایی فرو کرد، صدای بدی هم دادش. درم سوخ واسش. این دوست من میخواست بالا بیاره با خاطر حرکتی که چند ثانی پیش زدیم که راحتش کردیم. بریم سراغ درو کردن کلیسال بعدی که سومین کلیسال هم تونستیم دست بریم. که شد؟ این از کجا اومدی ها؟ چرا نمیره؟ وات؟ کلیسال هم بعدش برد با خودش. چرا آخه نمارد؟ الان ما چیکار کنی؟ پرفکت. پرفکت داری این آخه؟ فکر میکنم جزء راهنمای بازی باشه، اگر نه واقعا ناراحتی بودش. ما خشاب روش خالی کرد نمارد در سرویس. خونم خودمون رو پر کنیم و بریم سراغ پس گرفتن کلیسال هایمون که سه تا جمع کرده بودیم کلن که این عوضی اینجاست. ولی نمیدون چرا نمیمیره اینقدر سگ جونه این. مثل این که باید از اینجا بریم بالا و بعد به شیلی کنیم که چه پرشه بلندی هم زد. دمش گرم. این هم از بالا رفتن. این که چجوری میره بالا؟ فکر میکنم باید پرش رو نگه داریم که اینجی میریم بالا و این عوضی رو پیداش کردیم که ناموسن سگجون این وحشی و پنج تا کیسه خونی از خوش انداخت و فکر میکنم پنج تا پر شدش. اینم از چهارمی و اینم پنجمی. به به. خب فکر میکنم تموم شد مهمیتش و باید نصبش کنیم در این منطقه زرد رنگ. این چرا نمیره؟ میگه وقتی که انمی ها دان شدن نمیتونیم بکشیمشون و تبدیل به زامبی میشن و زامبیشون باید بکشیم. تا موقع که این نصب میشه باید از این منطقه محافظت کنیم تا به این وسیلی که اینجا نصب کردی آسیب نرسونن. چه آهنگ هم پخش کردش. چاپر هم میگه تو راهه. میگه وقتی تایمی که بالا هستش تمام بشه چاپر هم میرسه و تا موقع باید دفاع کنیم. اوه تبدیل به زامبی شد این عوضی؟ کلا ولکن ما نیستش. خب خیلی گنده اومدش و به طرز فجیع کشته شد. این یکی دیگه از کجا اومدش؟ بذارین دهن یکی هم سرویس کنیم. چرا فرار کرد دستمون؟ تیر هم نداریم؟ انشالله که داخل این جعبه یه تیر به همون بدم و اگه خشاب خوشبختانه داد بالاخره به همون. رو سرش یه خشاب خالی کردم بعد از چند ثانیه مردش. You can use bandages to restore your health. میدونم ولی خب بندیج نداریم. طرز سختی هم داره بندیج. همون بانداج خودمون بگیم فکر کنم بهتر باشه. هاک به اصلا شاتگان داشت نتوست منو بزنیم. بده من تیراتو. شاتگانت هم میخوام ولی خب نمیتونیم بکشیم و تبدیل به زامبی میشه. من نمیدونم زامبی شاتگان میخواد چی کار کنه. دوباره تلپورت شدیم. بعد دوباره این صحنه تکرار شد. تیرم نداریم. تیرم چرا از بین رفت؟ با شمشیر میکشیم ایشون این عوضی ها را که اونم دوست مثال میگه. و بالاخره تموم شد و چاپرمونم رسید. کافی بریم داخل این دایره سبز رنگ و این مرحله تمرینیش رو تموم کنیم بالاخره. اینم از این یکی.
4 3 2 1 و let's go. Well done. خب بالاخره تموم شد منطقه تمرینیش و بریم یکم گیف بیاییم و به به اصلا استایل رو نگاه کن بگیم ما اینیم. خب بریم ببینیم به همون چی میده و بعدش چه اتفاق میفته. تازه تمام اینا تمرینی بوده که به همون یکم سکه داد و داخل پارتی رفتیم. چرا این بوق اینجا باستان دارن من رو نگاه میکنن؟ بابا داخل پارتیم باید خوشحالی کنی. اوهک مگه اینکه من اینجا باشم تا پارتی شما رو گرم کنم؟ ولی خب هیچ کنون از شما اینجا تکون نمیخوریم. اسلحه جدید باز کردیم، یه دونه لباس جدیدم فکر میکنم لبل 2 بشیم باز میکنیم و اینا هنوز دارن اینه بوت زرمه به من نگاه میکنم. بریم داخل تنظیماتش تا ببینیم چه حالت گرافیکی داره و چقدر فریم ریت به همون میده این بازی که حالت مووی گرید داره، یعنی درجه سینمایی، و من روی حالت مووی گرید گذاشتمش و تا 60 FPS هم به همون میده. رنگاشن که میتونی عوض کنیم. خب این یکم رنگش جذابتر شد و پررنگتر و گرافیک خودش خوب داره. اینم در نظر بگیرید دوستان که این بازی برای نسخه آلفا هستش و نسخه جهانیش هنوز نیومده که اینقدر گرافیک بالا داره. نسخه جهانیش بهتر هم میشه. نسخه جهانیش نمیدونم تاریخش کی میادش. این چی میگیم وسط؟ به اون تعظیم کرد. ما هم برایش تعظیم میکنیم که کیف کنه. فکر میکنم پلیر باشه چون بات های داخل بازی ایموت نمیرن حداقل. و پیسا اینم از بازی زاد فاینال اور که گفتم براتون درست کنم و یک بازی جدیدی در سبک بتل رویال و همچنین سبک بقا بهتون معرفی کنم که از نظر خودم بازی خیلی خفنی و جای پیشرفت خیلی زیادی داره. چون دوستان این بازی که هنوز مشاهده میکنیم بازی نسخه بتا یا آلفاشه و نسخه جهانیش هنوز منتشر نشده. برای نسخه آلفا و بتا بسیار خفن این بازی و یکی از با گرافیک ترین بازی های گوشی های اندروید و iOS هم تا الان حساب میشه. چند تا بازی دیگه هم هستن که اگه دوست دارین حتما برام کامنت کنید که ویدیوشو درست کنم. اما دوستان برای دانلود این بازی خفن کافی به فیت چیکن برزیل یا سنگاپور وصل بشین و به این داخل کانال تلگرام من لینک تپ این بازی خفن رو گذاشتم. وقتی داخل این لینک کلیک کنید وارد تپ میشین و میتونید این بازی خفن رو دانلودش کنید. اما دوستان اگه از این سگ ویدیو دوست دارین و دوست دارین که من هر چند روز یک بار یک بازی اندرویدی خفن بهتون معرفی کنم حتما دکمه لایک رو بزنین و با کامنتاتون بترکونین این ویدیو رو تا با انرژی بیشتر برم سراغ ویدیوهای خفن دیگه ای مثل این، البته با کیفیت‌تر و همچنین بهتر. و به صورت کلی اگه بخوام این بازی رو جمع‌بندی کنم بازی به شدت خفن و گرافیک بالایی هستش، مخصوصا واسه نسخه آلفاش. نسخه جهانیش قطعا گرافیک بالاتر میره و بیان‌سازی بیشتری در اون صورت میگیره و به صورت کلی بسیار بسیار بازی خفنی، حتما امتحانش کنید. خب دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون.